آقای امینی، از هفته گذشته، یعنی از آخرین گفتگویی که با هم داشتیم، پرداختن به موضوع نخبه کشی در ایران، در تاریخ ایران، و رسیدند با توجه به تاریخ ملی شدن صنعت نفت به کشتن رزمارا به عنوان یکی از نخبه ها، چون قبل از اون هم نخبه های دیگری رو کشته بودند. رزمارا یکی از شخصیت هایی بود که در میان مردم در بارش بسیار میگفتند. من به یاد دارم که کودکی 10-12 ساله بودم که میگفتند رزمارا خیلی شخصیت عجیبی است، صبح ساعت 5 صبح به یکایک واحدهای نظامی یا واحدهای اداری سرکشی میکنه، چند ساعت بیشتر نمیخوابه. بر صورت یه دی اینجوری طرفدار ایشون بودن. رزمارا در شب عید قربان سال 1380 به دنیا آمد، به همین دلیل نام حاجی را به او افزودند، حاجی رزمارا. پدرش در قزاقخانه بود، از این رو پسر رو برای تحصیل ابتدایی به مکتبخانه، سپس به مدارس آلیانس، اقدسیه و دارالفنون فرستاد و همچنین در 17 سالگی به مدرسه نظام مشیرالدوله و بعد به خدمت بریگاد مرکزی درآمد رزمارا و در عملیاتی در شمال برای مقابله با هواداران میرزا کوچک‌خان جنگلی شرکت کرد. بر روی در چند مورد به اصطلاح نیروی رزمی، اراده رزم خودش رو در اون دوره‌ای که آرام آرام و شاید هم بتوان گفت سریعاً پلکان نظام رو طی می‌کرد نشان داد. بر روی در شهریور 1320 که نیروهای متفقین به ایران حمله کردند، رزمارا در شورای عالی جنگ در حضور رضا شاه ترک مخاصمه را توصیه کرد و همچنان که پلکان قدرت و همان گونه که گفتم پلکان نظام در قدرت رو میپیمود، به نخست وزیری رسید. در دوره نخست وزیری قصد داشت قرارداد الحاقی نفت، معروف به قرارداد گسکولشایون، رو در مجلس به تصویب برساند که با مخالفت جدی و گسترده جبهه ملی روبرو شد و پس از چندی رزمارا توسط یکی از فدایان اسلام که خود را عبدالله موحد رستگاری مینامید ترور شد. آیا واقعا او ترور کرد رزمارا رو؟ جناب آقای امینی سلام عرض میکنم، جواب اینا رو شما باید بدید. رزمارا رو کی ترور کرد آقای امینی؟ ببینید جناب محریب، تا زمانی که یک شرایط نسبتا بازی در کشور ما به وجود نیاید و ما به عنوان پژوهشگر نتوانیم به همه اسناد مانده از اون دوران دست بیابیم، بسیاری از رمز و رازهای تاریخ روشن نخواهد شد. البته اسناد زیادی هم امروز هم در دست ماست، ولی میدانیم که اسناد پنهان شده در بایگانی های شهربانی، در یادداشت های برخی از گزارش دهندگان از نشست های دینی و همچنین از اسناد مربوط به دربار و اسناد مربوط به گفتگوهای سران جبهه ملی با شخصیت‌های برجسته اون دوران و بسیاری چیزهای دیگر همچنان پنهان هست و یا اگر هم در دسترس باشه ناقص هست. در این باره چندین داوری وجود دارد که من امروز کوشش می‌کنم که اینها رو از هم تمیز بدهم. از سوی کسانی که سخت با دولت زندیاد مصدق دشمنی داشته و دارند،
و همچنین از سوی خود فدایان اسلام بعد از 28 مرداد. این داستان رو پس از 28 مرداد ساختند و به ویژه عراقی به این دامن زده. یک برنامه مشترکی وجود دارد که نشان بدهند که سران جبهه ملی با فدایان اسلام برای کشتن رزمارا همدست شدند. اونهایی که طرفدار برحال رژیم گذشته هستند این رو رواج میدهند که از اعتبار مصدق بکاهند، یعنی بگویند او میدانسته که رزمارا رو خواهند کشت. اما فدایان اسلام و هواداران و گروه های چیره بر ایران، گروه های سیاسی مذهبی چیره بر ایران این رو رواج میدهند تا نشان بدهند که ملی شدن صنعت نفت در کف با کفایت کوشش های فدایان اسلام بوده و اگر نواب صفوی و یارانش دست به کشتن رزمارا نزده بودند نفت ملی نمیشد. اسناد دیگری هم در دست داریم. برخی این رو رواج میدهند که خود دربار و شاید شخص محمد رضا شاه در کشتن رزمارا به دلیل بیمحراسی که از احتمال کودتا یا فراز رزمارا به قدرت داشته، همون گونه که پدر ایشان یعنی رضا شاه پهلوی از تیمورتاش بیمحراس داشته، او هم به سودای کشتن رزمارا افتاده. این اگرچه اسنادی در زمینه در دست است، در درازای برنامه امروز به اون اشاره می کنم، از جمله نقش اسدالله علم، از جهاتی نمیتواند قطعا درست باشه، چون در اون هنگام یعنی تا پیش از 28 مرداد محمد رضا شاه دارای چنان قدرتی که بتواند چنین برنامه‌ای رو به تنهایی تنظیم بکند و اجرا بکند نبوده، اگرچه کشته شدن رزمارا به سود قدرت او بوده. اسناد دیگری رو که من بیشتر به اونها دست یافتم نشان میدهد که دو شخصیت مرموز دیگر تاریخ ایران که در اون دوران نقش بسیار بسیار ویژه‌ای داشتند و تا به امروز هم همه اسناد در باره آنها فاش نشده، در به دامن داختن و برنامه ریزی برای کشتن رزمارا نقش داشتند. یکی از اونها مظفر بقایی است که به نظر من برخلاف آنچه که میگویند که مصدق و یارانش در واقع نواب صفوی رو برانگیختند برای این کار، خود بقایی است که یک چهره بسیار مرموزی در تاریخ ایران بوده. اگرچه دورانی با مصدق همراه می شود، بیشتر دوران زندگی خودش رو دشمن مصدق بوده و حتی در سالهای پایانی زندگی با آیت الله خمینی پیش از اینکه خمینی بشود همراه می شود و از فراز دولت ولی فقیه پشتیبانی می کند و سرانجام هم می دانید که خانه نشین شد و در خارج از ایران هم درگذشت. شخصیت دیگری که در این کار به داوری من بیگمان آگاه بوده و نقش داشته، سید ضیاءالدین طباطبایی است که می توان گفت آشکارترین کارگزار سیاست بریتانیا در این سالها در ایران بوده و امروز اسنادی در دست ماست و گزارش هایی وجود دارد که پس از کشته شدن رزمارا او در نشسته بوده، یعنی چند روزی پس از کشته شدن رزمارا و گزینش یک وزیر موقت، نخست وزیر موقت، او نشسته بوده که شاه در اتاق انتظار در کاخ پادشاه که فرمان رو شاه به نام او صادر بکنه. سالهای درازی بود که در سودای نخست وزیری بوده و جدا باور داشته ایران به یک نخست وزیر بسیار قدرتمند نیاز دارد که بتواند ماجرای نفت رو پایان ببخشه، یعنی ماجرای ملی شدن صنعت نفت رو به پایان ببخشه. و حتی این اسناد، این خاطره ها امروز در دست است که پس از شنیدن این خبر که شاید سید ضیاء نخست وزیر بشود، از که مصدق که رئیس کمیسیون نفت بوده نخست وزیری رو میپذیره با اینکه نمیخواسته بپذیره. بنابراین ما با قاطعیت نمیتوانیم بگوییم که کدام گروه در کشتن رزمارا درگیر بودند. آنچه که میتوانیم با قاطعیت بگوییم این است که کشتن رزمارا با اون صورتی که انجام گرفت و از جمله دیده های برادر او که اندکی پس از کشته شدن رزمارا بر بالینش رفته و پزشک بوده و در نتیجه آنچه که او دیده بسیار بسیار ارزشمند است، این سوراخی که در سر او پیدا شده نمیتوانسته از یک هفتیر دستی بسیار کوچکی که استاد خلیل طهماسبی در دست داشته
به وجود آمده باشه. یعنی اگر این هفتی رو بر شقیقه او هم میگذاشتند و شلیک میکردند، در بیرون آمدن گلوله نمیتوانسته چنین سوراخ بزرگی ایجاد بکنند. این رو برادر که به پزشک قانونی رفته بوده گواهی داده و بارها به اون برادر کی آقای امینی عزیز؟ بله؟ برادر کی؟ برادر رزمارا، دکتر رزمارا. دکتر رزمارا اون موقع بچه بوده با صدای شما رو ببخشید. عرض میکنم اگر دکتر رزمارایی که در پاریس زندگی میکند مورد نظر شماست، ایشون اون موقع بچه بوده. شاید برابر این بستگان دیگرش بودن. یعنی اینجور که او میگوید، پس شاید درست میفرمایید، ولی این گونه که او میگوید، میگوید که کسانی رفتن بر بالین و این رو دیدن. البته خود برادر این رو بیشتر به عنوان دیده های خودش گفته، ولی حتما حرف شما درست هست. ولی بر روی برار حالا این شاید بله کاملا درست میفرمایید، چون شما من کودک بودم، پزشک من هم بودم و اون سن رو نمیتوانستن داشته باشن، ولی یکی از بستگان در واقع این رو نقد کرده و شاید آقای دکتر رزمار از قول ایشان گفته. از جمله کسی که بر بالین او حاضر شده تیمسار دفتری است که رئیس شهربانی در اون هنگام بوده. از اون هم خاطرات بسیار جالبی در آرشیو هاروارد به جای مانده که اینها رو من در برنامه امروز با شما در میان خواهم گذارم. ولی از همه اینها جالبتر، خب میدانید که فدایان اسلام خیلی علاقمند هستند که این رو به نام خودشون پایان بدهند. همسر نواب صفوی خانم نیر سادات احتشام رضوی پس از اینکه زندگی نامه خودش رو منتشر کرد، یک گفتگویی با یکی از رسانه‌های داخل ایران داشت و در این گفتگو نکته‌ای رو مطرح کرد که خیلی زود همین گفتگو رو جمع کردم. البته خوشبختانه من توانستم به این گفتگو دست پیدا بکنم و عین پیکره اون صفحه اینترنتی رو پیاده کردم و دیگران هم این رو در اختیار من قرار دادن. او در اونجا البته با یک نوع بلاغتی، یک نوع ساده‌لوحی گفته که عین همین عبارت از قول همسرش گفته. گفته اعلی حضرت وقتی تصمیم گرفته بودن که رزمارا رو از بین ببرن، در کنار آقای امیر، در کنار کشنده او یعنی تهماسبی، فرد دیگری رو هم قرار داده بودن با لباس ارتشی به عنوان محافظ و او بوده که تیر خلاص رو رها کرده. و بعد هم کاشانی در دوران پس از 28 مرداد برای جلوگیری از کشتن خلیل طهماسبی گفته ایشان کشنده نبودند، دیگران هم در یادمانده هاشون به اون اشاره کردند. ما نمیتوانیم با قاطعیت بگوییم که چه کسی به راستی کشنده رزماراست. این رو میتوانیم بگوییم که از کشته شدن رزمارا گروه های چندی بهره جستند و توانا شدند. مخالفت با رزمارا از سوی دربار، از سوی جبهه ملی، از سوی فدایان اسلام، از سوی آمریکایی ها ببخشید انگلیسی ها بسیار جدی بوده. حتی رزمارا میدانید که متهم به این شده بود که با دولت شوروی سر و سر داره و میدانید که زبان روسی بسیار روان میدانست و در گفتگوهایی که با سفیر شوروی یا نمایندگان شوروی انجام میداد هیچ مترجم حاضر نبود. و در دوران نخست وزیری او هست که اونهایی که از سوی حزب توده دستگیر شده بودند و در زندان بودند به طرز بسیار مرموزی آزاد که نشدن، فرار کردن از زندان با اسنادی که ساخته شده بود و خیلی ها انگشت اتهام رو به سوی رزمارا دراز کردن. البته در ادامه صحبت من برخی از این اسناد رو در میان خواهم گذاشت. اشارتون کاملا درست است. این که آنکه اشاره کردم گفته های برادر رزمارا از زبان دیگر کسانی است که با در اون هنگام بر بالین رزمارا رفتن. خود برادر کوچکتر از این بوده که بتواند خود او در اون هنگام حضور داشته باشه، ولی اون میگفت بر پایه گفته اونها و داوری های پزشکی خودش، من هم با ایشان گفتگو کردم، کشنده نمیتوانسته با این سلاحی که در دست خلیل طهماسبی بوده به کشنده رزمارا باشه. افزون بر این ماجرای رفتن علم به، یعنی بردن رزمارا، رفتن علم و بردن رزمارا به مسجد از ماجراهای بسیار جالبی است که اگر فرصت کنیم در برنامه امروز با شما در میان خواهم گذاشت. آقای امینی، آیا این درسته که یکی از دلایل خودکشی صادق هدایت قتل رزمارا بوده، ترور رزمارا، چون رزمارا شوهر خواهرش بود دیگه؟
ببینید، صادق هدایت اصولا نسبت به آینده جامعه ایران بدبین شده بوده و من چون آشنایی زیادی با زندگی خصوصی صادق هدایت ندارم، خب میتوانم این رو بپذیرم، چیزی که برخی نوشتن که کشته شدن رزمارا و روح و روان او هم تأثیر گذاشت، چون با او نزدیک بود و این رو به حساب گرفتاری های جامعه ایران گذاشت. آدم بسیار حساسی بود و باور داشت که رزمارا شاید بتواند کاری انجام بدهد و کشته شدن رزمارا به روی او هم تأثیر گذاشت. اینکه تا چه اندازه خودکشی او به این دلیل بوده باشه، اجازه بدهید که من در این باره داوری نکنم، چون آگاهی درستی در این باره ندارم. و اما آقای امینی عزیز، میگند که دیدارهایی در خانه محمود آقایی بله با کسانی برای کشتن رزمارا وجود داشته و در جایی هم خود شما اشاره کردید که باز هم در شب کشتن رزمارا همه رهبران فدایان اسلام در خانه آقایی یا رفیعی بودند. اینا کی بودند این دو نفر؟ ببینید، آقایی یکی از بازرگانان سرشناس تهران بوده و این اصلا چند نفر، نام چند نفر رو باید حتما به یاد بسپاریم برای بررسی تاریخ اون زمان. یکی کسی است به نام حاجی صرافان و دیگری آقایی. اینها از آدم‌های سرشناس بازار بودند. هنگامی که آقای سید ضیاءالدین طباطبایی به ایران باز می‌گردد و بنا می‌شود که حزب خودش رو به راه بیاندازه، یکی از کسانی که به او یاری میرسانه و اون مرکزی رو که بعدها به خانه سبز معروف شده بود رو برای او میگیره، همین حاجی صرافان هست. از توانگران بازار هست و چند نفر دیگر. همین صرافان و چند نفر دیگر در هنگام پولهای رو خرج میکردن برای، یعنی صرافان یکی از رابطین بوده، آدم خیلی بالایی نبوده در بازار ولی سرشناس بوده، از کارکنان بازار بوده و کمک میکرده و یاری میرسانده به سید ضیاءالدین طباطبایی و حتی عضو حزب شده بوده برای دورانی. خود آقایی هم از آدم های نزدیک به سید ضیاء بوده. در خاطرات آقای عراقی از جمله میخوانیم که میدونید که عراقی هنگامی که در زندان به سر میبرد در دوران زمامداری مصدق، عراقی در زندان بود، در اون زمان اعلامیه بیرون داد و از با چند نفر دیگر از فدایان اسلام جدا شدند. بعدها گفته است که در گفتگوهایی که در پاریس، در دورانی که آیت الله خمینی در پاریس بودند و او شفاهی گفتگو میکرد با اون گروه دانشجویان مسلمان و سرانجام کتاب خاطرات او درآمد، بسیار بسیار هم دردناک است این خاطرات، نه برای خود عراقی، برای خواننده که یک موجود بسیار فرومایه‌ای تا این اندازه در جامعه بالا رفته. او در اون خاطرات میگوید که علت بیرون آمدن من از فدایان اسلامی بود که آگاهی یافتیم یکی از بلندپایه‌ترین رهبران فدایان اسلام با آقای سید ضیاءالدین طباطبایی رفت و آمد داره. این شخص البته واحدی است، نفر دوم فدایان اسلام در هنگامی که نواب در زندان بوده، او با سید ضیاءالدین طباطبایی رفت و آمد نزدیک داشته. حتی همین خانم همسر نواب صفوی در خاطراتش، در کتابی که در آمده، می نویسد که برای آزادی نواب به سراغ سید ضیاء رفتن که در اون هنگام هیچ شغل دولتی نداشته، ولی می دانستن که با دربار نزدیک هست و هفته یک بار با شاه نهار بخوره و دست به دامن او شدن. یک رابطه گویا تنگاتنگی میان پیرامونیان سید ضیاء و فدایان اسلام وجود داشته. در این باره اسناد زیاد هست که به گفتگوی امروز ما مربوط نمیشه. دو نشست رو ازش آگاهی داریم. یکی نشستی که در منزل آقایی بوده که دو روایت از اون وجود داره. یه روایتی است که آقای نواب صفوی بعدها درست کرده و این رو در روزنامه تهران مصور در اون دوره که آقای شیفته سردبیر تهران مصور بوده، در فاصله سالهای بعد از 28 مرداد تا دستگیری نواب صفوی و کشته شدنش در 18 شماره به چاپ رسانده که البته خاطرات و یادداشت‌های خود نواب صفوی است و ماجرای جالبی هم هست. اینا واقعیت داره آقای امینی؟ بله، واقعا خود نواب نوشته؟ بله، این رو نواب نوشته. شیفته میگه من اصلا دیدار کردم با ایشان در خانه و خیلی هم ترسیده بوده آقای سردبیر
خواندنی ها که آدم به هر حال یک روزنامه نگار ساده بوده و اهل این کارها نبوده، خیلی خیلی ترسیده از این دیدار. این رو چاپ کردم در اون دوران. در اون خاطرات از این دیدار در منزل آقایی صحبت شده و گفتن که بله، برخی مانند فاطمی، مانند بقایی، مانند خلیل ملکی و دیگران، راج حسین مکی، حسین مکی و دیگران در این میهمانی شرکت داشتند. در دفاعیاتش آقای نواب صفوی نزدیک به 27 نفر رو نام میبره که اون شب دو زیر کرسی نشسته بودن و دور هم بودن برای کشتن رزمارا، که من نمیدونم چگونه چه کرسی بوده که 27 نفر بعضی زیر کرسی بوده شامی گرفتن. اما دقیق ترین گزارش رو خلیل طهماسبی داده. خلیل طهماسبی پس از اینکه آزاد بشه، چون میدونید که او رو دستگیر میکنن و محکوم کرده بودن به خاطر کشتن رزمارا و یک رفتار بسیار بسیار فرومایه‌ای در مجلس شورای ملی، پس از 30 تیر روی میدهد که به ابتکار یکی از یاران کاشانی، شمس قنات‌آبادی، قنات‌آبادی بوده ولی بوکسور هم بوده و میدونید یکی از تنها آخوندهای خارکوبیده شده در ایران به شمار میامده، چون اهل زورخانه بوده و آدم فاسدی هم بوده. بعدن هم عمامش برداشت بعدها. بله، بعدها که اصلا به کارهای دیگه ای رسید. او پادرمیانی میکند، ابتکار به خرج میده و امضا جمع میکنه در میان نمایندگان مجلس، چون میدانید که باید 15 نماینده برای طرح لایحه‌ای در تا لایحه‌ای که از کمیسیون نیامده امضا بکنند، امضا جمع میکنه و یکی از به راستی باید گفت شرم‌آورترین دوران رفتار برخی از اعضای جبهه ملی همین امضا کردن طرح آزادی آقای خلیل طهماسبی است، که به این بهانه که او میبخشید خیلی پوزش بخواه، من میدونید وقتی روی اسکایپ هستید شما ممکنه دیگران هم زنگ بزنن، من باید این رو خاموش کنم. امیدوارم که گسستی در صحبتم پیش نیامده باشه. بله، خلیل طهماسبی در این گفتگو اشاره می کند که در این دیدار در منظر آقایی آدم اصلی که شرکت داشته مظفر بقایی است. این عبارت اون رو خلیل طهماسبی رو براتون می خونم در این مصاحبه. میگوید که میگوید در منزل حاج محمد آقایی وکلای اولیت ظهر و شب اجتماع کرده بودند و شبش هم آقای نواب مرا پی دکتر فرستادن. دکترم اینجا این دکتر بقایی. بعد میگه که البته صبح مرا فرستادن، چند دقیقه پیش گفته صبح فرستادن. میگه دکتر بقایی تا غروب مرا معطل کرده بود تا ایشان کارهایشان رو انجام دادن و بالاخره من این رو پیش آقای نواب صفوی بردم 2 هفته پیش از کشته شدن نواب. البته در اینجا صحبت‌های دیگه ای هم میکنه، میگه من در اون موقع میگه مجبور به ترک تحصیل شدم و در این موقع بیش از 15 سال نداشتم و تا کلاس 5 ابتدایی درس نخوانده بودم. خبرنگار تهران مصور از او میپرسه که این در سال 1331 هست. اشاره کردم یکی از کارهای بسیار بسیار دردناک، کلامم گسسته شد، دردناک برخی از سران جبهه ملی امضا کردن این بیانیه برای این ماده واحده برای آزادی خلیل طهماسبی بوده که از جمله 2 حقوقدان این رو امضا کردند، یعنی آقای شایگان و آقای سنجابی، که برای من بسیار بسیار شگفت‌آور هست که چگونه 2 حقوقدان پای سندی رو امضا می‌کنند که جدا از ننگ‌آور بودن دخالت در قوه مجریه است، یعنی و قوه قضایی، یعنی قوه مقننه، قوه قانونگذاری تصمیم می‌گیرد که خلیل طهماسبی رو اصلا به عنوان قهرمان آزاد کنه. خلیل طهماسبی بعد از آزاد شدن رفته منزل کاشانی، اون عکس معروفی که کاشانی دست به سرش مالیده و اون جمله معروفی که همیشه میگفته بی سواد، این رو دربارش تکرار کرده و اون رو فردا با چند نفر دیگر فرستاده به منزل نخست وزیر دکتر مصدق که کاخ نخست وزیری هم در همون منزل بوده
و خاطرات 3 نفر از محافظان زنده یاد مصدق، از جمله یکی از اونها که خود من با ایشان دیدار داشتم و مصاحبه کردم، و آقای خازنی که چند سال پیش درگذشتند، در این هست که این مصدق حاضر به دیدار او نشده و گفته او رو رد کنید و ردش کردن. ولی خلیل طهماسبی اشاره می کند، این نکته خیلی جالبه در این گفتگو، از او میپرسد که چرا شما رزمارا رو کشتید؟ خب آزاد شده بوده، مسئولیت هم پیدا کرده بوده، نمایندگان مجلس رأی به آزادیش داده بودن بعد از 30 تیر، و گفته که میگه من چیزهایی از یکی از بزرگان کشور که نشانی هایی که میده منظور سید ضیاست، چیزهایی درباره رزمارا شنیدم که مخالفت مرا نسبت به او به منتها درجه رساند. او موجب فرار، این عبارات طهماسبیه، 10 نفر از توده ای ها از زندان قصد شد. من از یکی از رجال مملکت نیز شنیدم که او سوء قصد 15 بهمن را علیه جان اعلیحضرت همایونی ترتیب داده، حتی در باقشا سر راه اعلیحضرت همایونی مواد منفجره گذاشت، و سرانجام هم میگوید که برپایی من بران شدم که این خائن رو از سر راه مملکت بردارم. این صحبت هایی است که خلیل طهماسبی در گفتگوی با تهران مصور کرده. البته همین گفتگوها رو بهره میگیرند برای محکوم کردن دوباره او و اعدامش پس از 28 مرداد. و دیدار دیگری که در این اشاره کردید بهش، منزل آقایی نیست، منزل رفیعی است. رفیعی رئیس انتظامات فدایان اسلام بوده. شبی، یک شب پیش از کشته شدن رزمارا، اینها در منزل رفیعی جمع بودن، درست شب پیش، یعنی دنبال این بودن که چه زمانی میتوانند رزمارا رو بکشن. خود رفیعی میگوید که در شامگاه 15 اسفند من میزبان نواب صفوی، برادران واحدی و خلیل طهماسبی بودم. قبل از غروب آقای سید هاشم حسینی تهرانی هیجان زده به منظر ما آمدند و فرمودند آقای فریدونی گفته است اگر میخواهید رزمارا را به قتل برسانید آماده باشید، چون نامبرده فردا صبح برای شرکت در مراسم ختم آیت الله فیض، ختم آیت الله فیض در مسجد سلطانی حضور خواهند یافت. خب این سید هاشم حسینی تهرانی مرد شماره 3 فدایان اسلام بوده. این همون کسی است که در ماجرای برانگیختن شورش علیه بروجردی در قم، از قم اخراجش کردند، سپس به عنوان آیت الله حجت الاسلام هاشمی برمیگردد در دوران پس از انقلاب و یکی از شخصیت‌های برجسته دوران بعد از انقلاب شد و سرانجام هم کشته شد، یعنی به قول اونها در جریان جنگ با عراق شهید شد. این حجت الاسلام و المسلمین هاشمی، سید هاشم حسینی تهرانی، ایشان از نمایندگان امام در یکی از نهادها بودند که سرانجام کشته شده. اما این آقای فریدونی کیست؟ این فریدونی کیست که به این آقای هاشمی گفته که به این سید هاشم حسینی که فردا رزمارا در مسجد خواهد بود؟ برادر رئیس جمهور نیست؟ فریدونی؟ بله. نه خیر، چون اونا فامیلیشون فریدونیه. چون برای من بسیار پرسش برانگیز بود که این فریدونی کیست و چگونه اطلاع داشته، آگاهی داشته، تا اینکه خوشبختانه یک انبوهی از اسناد، از آنچه که در دفتر نخست وزیری میگذشته به دستم رسید و دریافتم که برای دوره طولانی آقای فریدونی که درویش مسلکی هم بوده، اصلا به قیافه و چهرش نمی آید که با فدایان اسلام بوده باشه، فریدون فریدونی کسی بوده که تمام گزارش های شهربانی های کل کشور رو گردآوری می کرده و چند دور هم کفیل این کار در نخست وزیری بوده و در دوران رزمارا هم برگزیده نشده بوده، بلکه از سال 1323 در نخست وزیری در دفتر گزارش های شهربانی که به نخست وزیری می آمده در مورد نشست ها، راه پیمایی ها، احزاب و غیره شرکت داشته و او همه این چیزها رو گردآوری می کرده. فرزند او به نام سلطان محمد
در یکی از گزارش هایی که در مورد دستگیری فدایان اسلام خواندم دیدم سلطان محمد فریدونی جزو بازداشت شدگان هست، یعنی فرزند و عضو فدایان اسلام بوده. بنابراین این فریدونی، فریدونی پدر نیست، این فریدونی پسر از سلطان محمد فریدونی است که از پدرش شنیده که فردا آقای نخست وزیر در سپه در مسجد شاه خواهند بود، مسجد سلطانی خواهند بود، و او این گزارش رو به دلیل رابطی که با پدر داشته به فدایان اسلام داده. یعنی فرزند این آقا از اعضای فدایان اسلام بوده. چنین رابطه هایی در جامعه ایران وجود می داشته و این خود فریدونی آدمی بوده درویش مسلک خانقاهی و اصلا اهل این کارا نبوده. پیکرهای او هم موجود است با سبیل های بسیار بلند و آویزان درویشی، و ولی فرزند سلطان محمد از اعضای فدایان اسلام بوده. این است که تنگاتنگ این روابط وجود داشته و اینها شب که در خانه رفیعی بودند آگاهی پیدا می کنند که فردا رزمارا به مسجد خواهد رفت. اما اینجاست که اجازه بدهید که اندکی مانده. علم چگونه بله؟ علم چگونه خبردار شده؟ ببینید اینجاست که جالب می شود ماجرا. خب اجازه بدهید که این رو از خود اسناد برای شما بخوانم. سرتون که در نمیارم جناب مهری. نه خیلی، این اسناد مندرج در کتاب فدایان اسلامه؟ این اسنادی است که به هر حال خواهید دید به زودی بخشای زیادی از اون منتشر میشه. آقای محمد دفتری میدانید که از خیشان زنیات مصدق هستند و چندین دوره رئیس شهربانی کشور بودند و از جمله در دوران زمامداری رزمارا رئیس شهربانی کشور بودند. میگوید که میگفتش که آقای دفتری گفته که من خودم شاهد هستم که اصلا رزمارا هیچ علاقه ای به شرکت در مراسم نداشت، نه عروسی نه عزا. آدم بسیار پرکاری بود، همون گونه که در مقدمه گفتید رو خیلی ها تکرار کردن. جوانترین رئیس ستاد ارتش بود، یک بار هم او رو کنار نهاده بودن، رقیبی داشت در ستاد ارتش ارفع که او رو کنار نهاد و او وقتی که دوباره برگشت و رئیس ستاد شد ارفع رو بازنشسته کرد و یه رقابت شدیدی بین این دو نفر وجود داشت. و همیشه میگه که میگفته من رزمارا گفته که من در این مجالس شرکت نمی کنم. رفتن دفتری میگه که ما رفته بودیم برای یک کاری به نخست وزیری و در اونجا ما تصمیم گرفتیم حالا که تا اینجا آمدیم با رئیس کلانتری ها برویم به مسجد سلطانی و ادای احترام بکنیم برای درگذشت آیت الله فیض. آیت الله فیض که یکی از برجسته ترین نامآورترین مجتهدان تهران بوده و میگه ما به اتفاق علی اصغر سرتیب زاده که رئیس کارآگاهی بود، نه رئیس کلانتری، رئیس کارآگاهی، با هم رفته بودیم نخست وزیری. بعد میگه وقتی آمدیم بیرون سرتیب زاده به من گفت این عبارات دوست، حالا که ما آمدیم تا اینجا، یعنی میدان عرق بوده دیگه نخست وزیری، تا مسجد شاه هم راهی نیست و ختم مرحوم آیت الله فیض در آنجا برگزار می شود، خوب است یک سری هم با آنجا بزنیم. چون حرفی عاقلانه بود با سرتیب زاده با هم رفتیم از نخست وزیری به مسجد شاه. اتومبیلمان را دم پله‌ای که سوی مسجد می رفت، می دونید مسجد پله می خورد پایین می رفت اگه خاطرتون باشه برای ورود به مجلس، نگاه داشتیم، پیاده شدیم. آقای اسدالله علم همون موقع از اتومبیلش پیاده شد، حرف زنان وارد مسجد شدیم. بعد دفتری میگوید که از مسجد آمدیم بیرون با آقای علم. علم ماشین خودش را سوار شد و من هم ماشین خودم. علم عوض این که برود به وزارتخانه مربوطه رفت به نخست وزیری و با اصرار و ابرام هرچه از ما را گفته بود من کار دارم و نمیرسم، وقت کافی نیز گفته بود نه اعلی حضرت علاقمندم که شما در این خط حاضر شدید. آقای علم که اول آمده بود اگه برای مراسم بوده یک دفعه کافی است، دفعه دوم برای چی رفتی؟ پس چرا دفتر نخست وزیری؟ پس چرا برگشتی رزمارا را برداشتی برای بار دوم؟ خب این
به حال خیلی جالبه، میگه ما رفتیم بالاخره شهربانی، کار داشتیم، نیم ساعت سرب نگذشته بود که آجودان شهربانی آمد و با رنگی پریده، نامش افخمی بود، سرهنگ افخمی نامی بود، به من گفت آقای نخست وزیر را زدند، با تیر زدند. من هم با سرعت هرچه تمامتر پالتوام را تنم کردم، آمدم از پله ها پایین، برخوردم به سرهنگ لوزانی مال شهربانی، رفتم مستقیم به بیمارستان سینا. وقتی وارد بیمارستان شدیم، وارد اتاق عمل شدیم، دیدم آقای پروفسور هر مشغول معاینه جنازه است، یعنی تموم شده کار. بعد میگه در همون بیمارستان که بودم اعلی حضرت مرا احضار کردن، من هم پا شدم از بیمارستان رفتم به کاخ، دم در به اتاق شاه که رسیدم پیش خدمت اشاره کرد که آقای علم شرفیاب است. من هم مدت یک ده دقیقه یک رو بیستادم بیرون و علم آمد بیرون و قاعدتا باید خب یک وزیری که نخست وزیرش را کشتن یک خورده متأثر و ناراحت ببینم. دیدم نه، خیلی خونسرد است، ما شرفیاب شدیم. آن چیزی که من شنیده بودم علم دیده بود، همه را به شاه گفته بود. خب قاعدتا شاه باید متأثر می‌بود. دیدم نه، فقط نه تنها متأثر نیست، بلکه مثل این که حتی خودش هم آگاهی داشته بود. این از یاد داشت، از خاطرات شفاهی آقای دفتری است، تیمسار دفتری است که بعدا هم در روز 28 مرداد بامداد رئیس شهربانی مصدق بود و فرداش رئیس شهربانی زاهدی. دلیلی هم نداشته که دروغ بگوید. اینها رو یکی دو سال پیش از درگذشتش در گفتگوی تاریخ شفاهی با هاروارد بیان کرده و خوشبختانه اینها در دست ما هست. اما از این بیشتر آقای امینی، ملک ثریا هم مثل که در این مورد چیزی گفته، چیزی نوشته. من نوشته، البته ایشان میدونه که آگاهی دست اول نداشته، از دیگران شنیده. اما در همین زمینه اجازه بدید دو سند دیگر رو هم خدمتتون مطرح کنم، حالا که منو به صحبت کردن در باره اسناد انداختید. سید محمد علی شوشتری، چون شما سنتون اجازه میده بالا اون دوران هستید، حالا در کودکی یا نوجوانی، این سید محمد علی شوشتری در مجلس شورای ملی نماینده بود، معروف بود اگر خاطرتون باشه یا خوانده باشید به نام سید بسم الله، برای که این نماینده مجلسی بود که هیچ سخنی رو بدون بسم الله الرحمن الرحیم آغاز نمی کرد. حتی وقتی میخواست اعتراض بکنه میگفت بسم الله الرحمن الرحیم معترضم، یا حتی اعتراض نظامنامه‌ای میکرد با بسم الله الرحمن الرحیم شروع میکرد و بنابراین معروف شد به سید بسم الله. این سید محمد علی شوشتری تا سال 1306 معمم بوده، چون درس حوزوی خوانده بود و گویا حتی اینجور که ادعا میکنه به درجه اجتهاد هم رسیده بود، و در سال 1306 با همین رخت دینی از سوی رضا شاه به عنوان سرپرست آستان قدس رضوی برگزیده شد و سپس رخت دینی رو مانند خیلی دیگر از آخوندزادگان اون موقع کنار نهاد. او خیلی جالبه، این در یادمانده های آقای قاضی است که با او در یک برنامه شرکت داشتیم، نعمت الله قاضی که میشناسید حتما. میگوید که در گفتگویی که با سید ضیا، شوشتری با سید ضیا داشت و نعمت قاضی میگوید که نعمت الله قاضی من همونجا بودم، این شوشتری به سید ضیا شاکیانه با اشاره به رزمارا که حالا نخست وزیر شده بود گفته است که نمیدانم با این مردک قزاق چه کنم. این راجب رزمارا میگه. پاسخ سید ضیا اونگونه که قاضی به یاد داره اینه که سید ضیا برگشته به آقای شوشتری گفته سید خاطرت جمع باشد. آقای شوشتری، این قضا دیگر چنان از صحنه سیاست ایران خواهد رفت که هرگز به صحنه سیاست بر نخواهد گشت. شما خاطرتان جمع باشه. این در حدود 5 هفته پیش از ترور رزمارا است. ببینید این که چگونه از صحنه سیاست ایران خواهد رفت که دیگر باز نخواهد گشت، بر کناری نخست وزیر نیست، چون رزمارا تاریخ نشان داده که حتی از
ریاست ستاد کنار نهاده شده و به اجبار تن در داده به بازنشستگی و دوباره منظور قتلش بوده نه؟ بله؟ منظور قتلش بوده. بله منظور کشتنش. حالا از این بالاتر برم خدمت. منوچهر فرمان فرمایان که رئیس بخش قراردادهای مربوط به شرکت نفت بوده، یعنی از طرف دولت نظارت بر پیمانهای همه پیمانها و قراردادها داشته، که میدانید خاطرات بسیار جالبی هم نوشته به نام از تهران تا کاراکاس و شخصیتش سرشناسی در تاریخ ایران بوده، خویشاوند هم بوده با زنده‌یاد مصدق و از نزدیکان رزمارا هم است، یعنی او در واقع نماینده رزمارا در کمیسیون نفت بوده، دشمنی بنابراین با رزمارا نداشته. منوچهر فرمایان سه روز پیش از کشته شدن رزمارا، او رو در هنگامی که از خانه سید جلال تهرانی بیرون می آمده، او داشته می رفت دیدن سید جلال تهرانی و چون سید جلال تهرانی رفته بوده و اروپا از اروپا برگشته بوده، فرمان فرمایان می رفته با سید جلال تهرانی دیدار کنه. حالا سید جلال تهرانی کیست؟ شخصیت بسیار برجسته‌ای در سپهر سیاست ایران بوده و آخرین رئیس شورای سلطنت است که هنگامی که محمد رضا شاه ایران رو ترک میکنه او رئیس شورای سلطنت میشود و کسی است که به راستی باید گفت به گونه‌ای شاید با خفت استعفای خودش رو از شورای سلطنت به خمینی تقدیم میکنه، یعنی به کسی که هیچ مقامی در ایران نداشته، همون آخرین به اصطلاح کارهایی که آخرین لطمه هایی که به رژیم پادشاهی در اون سال انقلاب میزدن، یکیش هم همین آقای سید جلال تهرانی. منوچهر فرمایان میگه هنگامی که سید جلال، من رفته بودم دیدن سید جلال سه روز پیش از کشته شدن رزمارا، رزمارا از خانه سید جلال بیرون میام. سید جلال که تازه از اروپا رسیده بود، عین عبارات فرمان فرمایان هست، پس از شکایت از آشفتگی ایران به آقای رزمارا میگوید که کار رزمارا به پایان رسیده و قرار است در شرفیابی فردا حضور ملوکانه راجع به استعفایش مذاکره کنم و در صورت موافقت استعفای او را از اعلی حضرت بگیرم. جالب اینجاست که رزمارا برگشته به آقای سید جلال گفته که هیچ سودای استعفا نداره و به کار خودش هم ادامه خواهد داد و بهتره که روز بعد زنگ زده به سید جلال، این رو سید جلال تهرانی به فرمان فرمایان گفته و گفته که بهتره که شما به شرفیابی نروید چون به جایی نخواهی رسید. و البته رزمارا کارش دیگه به استعفا نکشید و پیش از اون شرفیابی تروش. بنابراین ماجرای کشته شدن رزمارا یک پدیده بسیار پیچیده‌ای در تاریخ معاصر ایران هست که همه اسناد اون رو ما متاسفانه در دست نداریم. در این که برخی از رهبران جبهه ملی از کشته شدن رزمارا شادمان شدن جای گفتگو نیست. از اینکه فدائیان اسلام در کشتن رزمارا دست داشتن باز جای گفتگو نیست. از اینکه بسیاری از سیاستمداران برجسته ایران، پیرامونیان خود دربار هم از کشته شدن رزمارا شادمان شدن، در اون هم جای گفتگو نیست. بسیاری از نیروهای سیاسی جامعه ایران در کشته شدن رزمارا سود بردند. اینکه چه کسانی به راستی در کشتن رزمارا دست داشتند تا اسناد بیشتری برای ما آشکار نشود نمیتوان با قاطعیت در این باره داوری کرد، اما این رو میتوان گفت که این تصور که گویا رزمارا با یک برنامه ساده کسانی که زیر کرسی نشسته بودند با نقشه اونها ترور شده، به نظر من بسیار عامیانه و ساده لوحانه است. فکر میکنم دستهای بیشتری برای کشتن رزمارا در کار بوده و رزمارا موی دماغ خیلی ها بوده در زمین های گوناگون و آدم بسیار توانایی هم بوده و یکی از نخست وزیران با دانش ایران بوده. آدم میدونید که در همین زمینه اشاره کردید که در زمینه جغرافیای ایران کارهای بسیار ارزنده‌ای هم از او به جای مانده. منظور چیه از جغرافیای ایران؟
یعنی جغرافی های ایران رو تنظیم کرده از یک دیدگاه نظامی، یعنی آمده و یک مجموعه مطالعات جغرافیایی رو در مورد بخش‌های گوناگون ایران تنظیم کرده. چون می‌دونید که درس در یکی از معتبرترین مدرسه‌های نظامی جهان بود، سنسیر پاریس، و دوره در کشورهای دیگر هم دیده بود. آدم بسیار با دانش و با هوشی بود از ما را و یکی از نخبگان جامعه ایران به شمار می‌آمد. اینکه گفته شده که قصد داشته که یک دیکتاتوری برای خودش به راه بیندازه دور از حقیقت هم نیست، چون می‌دانید که از دیرباز پس از مشروطه خیلی ها بر این باور بودن که جامعه ایران هنوز هم هستن. جامعه ایران رو بدون یک مرد قدرتمند و یک انضباط آهنی نمیتوان اداره کرد، و حتی در فراز رضاشاه هم به پادشاهی خیلی از پیرامونیان که هوادار مشروطه هم بودن به این نتیجه رسیده بودن که اداره جامعه ایران بدون یک مشت آهنین، بدون یک دماغ متفکر و کنترل کننده ممکن نیست، و رزمارا در این سودا بوده و اینکه آیا میخواسته رئیس جمهور بشه و قدرت بیشتری بگیرد استعداد اون رو داشته و تواناییش هم داشته. خسته نباشین جناب آقای امینی، یک دقیقه به پایان برنامه مونده. هفته آینده یکی دیگر از نخبه ها رو اگر موافق باشید، اگر مطلب دیگری درباره رزمارا نمیخواهید مطلب فرمایید، یک نخبه دیگر رو همین الان معرفی کنید، ما خودمون رو آماده کنیم براش. عرض کنم که من پیشنهاد بخواستم به شما بکنم اگر موافق باشید، یه موضوعی که هیچ وقت در برنامه ها بهش نپرداختیم و به ویژه در این دوران که جریان های قومگرایی در ایران بالا گرفته دارای ارزش و اهمیت هست، ماجرای خسعل هست و خوزستان و چگونگی فراز خسعل به این قدرتی که رسیده بود، به قول خودش خلیفه عربستان شده بود، امیر عربستان، چون خوزستان رو عربستان می‌خواندند به نادرست، بخش کوچکی از خوزستان نام تاریخیش عربستان بوده، و همچنین چگونگی کنار نهادن او و ماجراهایی که در این زمینه پیش آمد تا جزو نخبه ها بوده که کشتنش به هر روی نخبه بوده که کنارش نهادن. البته در تهران در هنگامی که در بازداشت خانگی به سر می برد در گذشت که آیا او رو کشته باشن، خب میدانید که در این تاریخ بررسی تاریخ ایران هیچ آخوندی، هیچ رهبر دینی به مرگ طبیعی نمرده، همه میگن شهید شدن. این رو در مورد همه کسانی هم که در دوران رضا شاه درگذشتن میگن که همه اینها کشته شدن، برخی کشته شدن، برخی معلوم نیست کشته شده باشن، چه بسا به مرگ طبیعی در زندان درگذشتن یا حتی در خانه. و اگه اجازه بدید بیشتر به این پدیده، به این موضوع بپردازیم و بعد از اون به یک نخبه کشی دیگری در تاریخ. بسیار عالی، خیلی ممنون ازتون، خسته نباشید. همچنین همیهنانی که به این برنامه توجه کردن ازشون متشکرم، و با سپاس از آقای امیر که این برنامه رو کارگردانی کردن.